دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. خب حتما شدید توی این یکی دو سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت میکنم. اولا این علم، علم بسیار قدیمی است در جوامع اسلام. قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به این علم صحبت کرد. اگر میخواهید مقایسه بکنید، 2 سال پیش 100 سال کوانتوم در دنیای فعلی بود و در نیویورک هم این 100 سال رو مراسم گرفتن. از ایران هم دانشمندان ایرانی هم رفته بود، بعضیشون رفته بود. عبارت هایی رو که به عنوان آخرین یافته های علم کوانتوم در نیویورک در 2 سال پیش مطرح کردن با عبارت هایی رو که در قریب 800 خورده سال پیش ابن عربی در یکی از کتاباش مطرح کرد، اینها دو تا رو مقایسه کنید، حتما همه دانشمندا اون عبارات رو عبارات کامل تر میبینن. و از علم های مثل علم کوانتوم که علم خیلی خیلی جدید است، هنوز تو عرصه زندگی مردم و نظامیان وارد نشده است، از اون زمان ازش برخوردار بودن. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینو اعلام کنه. اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه، احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. جاسوسی فاسد بدونه، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است.